با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، ادوین کشیش آبنوس هستم با جلسه دوم از فصل دوم سری برنامه های مقایسه لایت مسیحی و اسلامی. خدمت شما دوستان عزیز هستیم. طبق معمول هر هفته دکتر ساسان توسلی رو همراه خودمون در استودیو داریم. سلام برادر عزیزم. سلام عزیزم ادوین جان، مرسی برای این دعوت و برای همکاری برای این سری برنامه‌های جدید. خب ما از هفته گذشته در مورد این مقدار جوی که در ایران وجود داره، هفته گذشته هفته درد و دل‌ها بود. مقدمه بود. هفته درد و دل‌هایی که چرا اینقدر جامعه‌ای مثل جامعه ایران و جامعه اسلامی بسته هستند نسبت به سوال و تحقیق درباره اسلام، تاریخ اسلام، قرآن، پیامبر اسلام، و درد و دل‌هایی که چرا آزادی نیست که یک نفر بخواد برای خودش تحقیق بکنه و برای خودش به این نتیجه برسه بدون ترس و وحشت و زندان و شکنجه. آره، هفته پیش جلسه مقدماتی و درد و دلا بود، ولی دیگه درد و دلامون تموم شد، دیگه میریم سر اصل. خب ولی صحبتی هست که بین جوامع اسلامی وجود داره، ما ایرانی ها خیلی این رو شنیدیم که انجیل تحریف شده. این مقدار میخوایم بیشتر در مورد دیدگاه قرآن در مورد انجیل بپردازیم و اینکه اصلا این مسئله تحریف شدن انجیل و کتاب مقدس چی است. آیا اینها ریشه داره در خود قرآن؟ آیا این صحبتی هست که توی جامعه اسلامی پرورانده شده؟ میخوام این مقدار بیشتر این رو برای ما بشکافی امروز برادر. بله حتما. نه، و باید روی این موضوع وقت بگذاریم. صحبت اینه، پس میخوایم اینطوری شروع بکنیم صحبت هامون رو. ما گفتیم که توی این سری اول برنامه هامون که تعالیم کتاب مقدس و انجیل، عهد عتیق و عهد جدید، با تعالیم قرآن درباره خدا، گناه، نجات، مسیح، الوهیتش، صلیبش، با هم این تعالیم تناقض داره. همخونی که نداره چی، تناقض اساسی و فرقهای خیلی اساسی داره. پس دعوای بین اسلام و مسیحیت در واقع دعوای سر این دوتا کتابه. یعنی حالا من دارم خیلی خودمونی صحبت میکنم. شما من گفتی آقا یه مقدار ادبی صحبت کن، ما داریم سعی میکنیم ادبی صحبت بکنیم، ولی واقعا این تنش در تاریخ 1400 سال اسلام و مسیحیت، تنش به خاطر ادعای این دوتا کتابه. پس حالا میخوایم پس تو این سری برنامه ها وارد موضوع این دوتا کتاب بشیم، انجیل و قرآن. و اینکه و به محض اینکه من مسیحی به یه دوست مسلمون میخوام بگم که آقا ایمان مسیحی من بر اساس این کتاب هست و من پیرو مسیح هستم و تعالیم مسیح و شاگردان مسیح به خاطر این کتاب، یکی از عکس العمل هایی که تقریبا میتونم بگم مگه 100% نه 99% مسلمون ها جواب میدن به یک مسیحی، اینه که خب کتاب مقدس شما یا انجیل شما تحریف شده. شما ادعا میکنی که اینا تعالیم مسیحه، ادعای اسلام اینه که نه، تعالیم مسیح دیگه به قول معروف گم و گور شده، تحریف شده، قابل دسترسی نیست. ادعای اسلام اصلا این هست که چون خدا کتب آسمانی قبلا فرستاده، ولی همه اون کتب یا گم شده یا تحریف شده. آخرین کتابی که نازل شده قرآنه که دست نخورده، کلمه حرفی ازش پس و پیش نشده. پس این کاملترین، آخرین، بالاترین، بهترین پیام خدا برای بشریت تا آخر تاریخ. پس چون این دیگه کلام خداست، بقیه رو باید بذاریم کنار، انجیل و تورات، چون اونا دیگه یا گم شده یا تحریف شده. این پس لب کلامه این موضوع. پس به محض اینکه ما صحبت ادعاهای متناقض این دوتا کتاب رو مطرح میکنیم، دوست مسلمون میگه که خب کتاب شما تحریف شده، کتاب ما دست نخورده، پس و پیش نشده، کامل مونده از زمان پیامبر اسلام، کتاب شما دست خورده و تحریف شده. پس موضوع تحریف موضوع خیلی مهم و داغی هست. مشکل اینجا خیلی حساس‌تر میشه به خاطر اینکه وقتی به قرآن رجوع میکنیم و آیاتی رو از قرآن نگاه میکنیم، میبینیم آیات بسیار زیادی هست در تایید کتب مسیحیان و یهودیان. حالا شاید بحث ما اینجا این هستش که پس اگر تحریف شده، بس صحبت هایی رو که جهت تایید کتب آسمانی مسیحیان هست توی قرآن، اونها به چه معنا هستش و اگر یا اصلا واژه تحریف اینجا چطور تغییر باید بکنه. یعنی تو انگوش گذاشتی روی این موضوع. حالا صحبتی که من اینجا میخوام مطرح بکنم به عنوان جواب به یه دوست مسلمون که میگه کتاب شما مسیح یا تحریف شده، اینه که بگیم آیا این ادعایی که الان تو دنیای اسلام یک ادعای بسیار رایج، ادعای جهانی هست، یونیورساله تقریبا، که همه مسلمون ها همچین ادعایی رو دارن و حدود 1000 سال هم از این ادعا رو دارن میکنن، آیا این ادعاها و این تهمت ها بر اساس خود آیات قرآنه یا داستان این تهمت‌ها و ادعاها یه چیز دیگه است در تاریخ اسلام؟ شما گفتید 1000 سال، یا اون اوایل بعد از اینکه اسلام به دنیا میاد، اون حدود 300 400 سال اول همچین صحبتی توی جامعه خب اسلامی مطرح هست. ما می‌خوایم وارد این صحبت‌ها بشیم که آیا تو قرون اول همچین صحبت‌هایی رو می‌بینیم
اینطوری که رایج شده یا این صحبت ها برمیگرده به قرن 4 و 5 اسلام و بعد از اون دیگه خیلی این صحبت ها رایج شده در تاریخ اسلام. پس میخوایم هم به آیات قرآن نگاه بکنیم و هم این بحث رو باز کنیم در تاریخ اسلام. حالا شاید عزیزانی دارن واسه اولین بار این برنامه ها رو تماشا میکنن، شاید عزیزانی من یه سری از این صحبت ها رو توی اون برنامه هایی که توی یوتیوب هست پژوهشی در قرآن مطرح کردم، یا یه سری برنامه های من درباره دفاعیات مسیحی، یه سری از حرفایی که میزنم رو شاید قبلا بعضیا شنیده باشن، برای بعضی شاید جدید باشه، ولی من یه سری مطالب جدیدم دارم. یعنی من همیشه برادر ادوین در حال کتاب خوندن و کتاب خریدن و تحقیق کردن هستم، پس یه سری مطالب جدیدم توی این سری برنامه ها واسه اولین بار میخوام معرفی بکنم به دوستان، پس میخوام وارد این بحث بشم. حالا شما اونجا بنده اینجا قرآن انگلیسی یوسف علی رو دارم، بعضی از آیاتی که حالا من شاید بهش اشاره بکنم توی قرآن یوسف علی شمارش فرق داره با قرآن فارسی که آقای مال شما ترجمه آقای قمشی هست. بعضی وقتا آیات قرآن شاید دو سه تا پس و پیش باشه بین رفرنس های مختلف، اینو من دوباره میخوام به عزیزان بگم. و اینکه من حالا از انگلیسی نمیخوام بخونم، میخوام شما از قرآن فارسی که داری یه سری آیات بخونی، ولی بذار قبل از اینکه نمیخوام مردم گیج و ویج بشن از آیات مختلف، من میخوام لب کلام قرآن رو درباره تورات و انجیل مطرح بکنم، بعد به یه سری آیات میخوایم نگاه بکنیم و بعد من به یه سری محققین رو هم بعدن میخوام معرفی بکنم، محققین اسلامی و مسیحی درباره این موضوع. ولی لب کلام این هست، یعنی قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم من میخوام عزیزان تصویر بزرگ رو بگیرن. تصویر بزرگ قرآن درباره، حالا من میگم کتاب مقدس، منظور تورات، و توی قرآن اشاره میشه به تورات، تورات موسی، به زبوری که خدا به داوود میده و به انجیل که خدا برای مسیح میفرسته. پس به تورات و زبور و انجیل کتبی هستن که قرآن اسم میاره و بهشون اشاره میکنه. حالا آمارشو بعدن میتونم در بیارم از یکی از این کتابایی که الان جلوم هستش. و خود قرآن بسیار بسیار مثبت درباره این کتب آسمانی صحبت میکنه. یعنی خود قرآن به هیچ وجه صحبت منفی، صحبت انتقاد آمیز یا کوبنده از خود کتابهای تورات و زبور و انجیل به هیچ عنوان توی قرآن وجود نداره. کلام خداست و کتب آسمانیه. خب اینو داشته باشیم. حالا میرسیم به صحبتهایی که قرآن به نظر میرسه داره انتقاد میکنه از یه سری یهودی در زمان پیغمبر که دارن حقایق تورات رو میپوشونن، پس و پیش میکنن، قایم میکنن، به اینا میرسیم. ولی به خود کتب آسمانی قرآن احترام خیلی زیادی میذاره. خب حالا یکی اینجا شاید بگه که ساسان توی مسیحی داری از قرآن استفاده میکنی برای حقانیت ایمان مسیحیت؟ نه، بنده همچین کاری نمی کنم. هدف من از این برنامه ها این هست که بگم به دوست مسلمون که تویی که ادعا می کنی انجیل دست خورده و تحریف شده، این ادعا بر اساس اون کتابی که تو بهش ایمان داری از خدا اومده نیست، این بر اساس یک داستانهای دیگه است. صحبت من اینه، من از قرآن نمیخوام استفاده کنم برای تایید کتاب مقدس. من خودم دلایل خودم رو مطرح خواهم کرد برای حقانیت کتاب مقدس، ولی اینکه یک مسلمونی که ادعا میکنه کتاب مقدس مسیح یا انجیل تحریف شده، این ادعا ما داریم میگیم بر اساس خود آیات قرآن. قرآن اینها رو تعلیم نمیده. حالا که من پس حالا اینا رو من دوباره رفتم وارد جزئیات، میخوام لب کلام بگم. پس قرآن بسیار مثبت و تایید میکنه بسیار زیاد تورات، زبور و انجیل رو که اینا چی هن؟ کلام خدا هستن، نور، هدایت و رحمت خدا هستن تورات و انجیل. قرآن بارها میگه هیچ کس نمیتونه کلام خدا رو عوض بکنه، نه این جزه میتونه قرآن عوض کنه، کلام خدا رو عوض کنه، تورات و انجیل کلام خدا هست. قرآن بارها و بارها میگه که ما فرقی نمیذاریم بین این کتب و انبیا، ما همه این انبیا و همه این کتاب ها رو با همدیگه قبول میکنیم و میپذیریم. قرآن ادعا میکنه که اومده در تایید کتب پیشین از خودش، همون خداست، همون پیامه، حالا به زبان عربی
در زمان پیامبر اسلام داره به قوم عرب میده، ولی در تایید و تصدیق همون کتب قبلی هستش. قرآن به پیامبر اسلام میگه که سوره ده آیه 94، اگر تو در شکی نسبت به اون چیزی که ما به تو وحی کردیم، برو از اهل کتاب بپرس که قبل از تو کلام ما رو بهشون داده بودیم. و بعد در آخر قرآن برمیگرده به خود یهودی ها و مسیحی ها اهل کتاب، میگه شما باید بایستید رو اون کلامی که خدا به شما داده. پس وقتی ما همه اینا رو با هم جمع میکنیم، یک تصویر بسیار بسیار مثبتی از قرآن میگیریم نسبت به تورات و انجیل. که تورات و انجیل کلام خداست، نور و هدایت و رحمت خداست. تورات و انجیل، قرآن در تصدیق و ادامه همون کتب اومده. پیامبر میتونه پیام کتب قبلی رو چک کنه برای تصدیق پیام قرآن، و به فرق بین کتب آسمانی نیست و مسیحی‌ها و یهودی‌ها بر روی کتاب‌های خودشون واستن و حکمی که خدا روی کتاب‌های انجیل و تورات بهشون داده رو بر روش بیستن. برای این انتقادهایی رو که توی قرآن پیدا می‌کنیم در مورد مسیحیان، صرفاً در مورد مسیحیان و یهودیانی هستن که صحبت‌های دیگه‌ای دارن برخلاف آنچه که کتب آسمانی اونها بهشون تعلیم میده. دقیقاً. کتب مقدس تایید شده هستن، ولی عملکرد و تعریف و فهمیدن مسیحیان و یهودیان از کتب خودشون متفاوته. سوال رو خود کتب نمی‌ذاره و حالا شاید تو این جلسه بهش نرسیم، ولی نگاه خواهیم کرد که حتی اکثر مفسرین اول مسلمون هم سوال رو، علامت سوال رو روی خود متن این کتب نمیذارن، بلکه روی تفسیر و معنی و درک یهودی ها و مسیحی ها از این کتبه که مسلمون ها بهش انتقاد میکنن. پس میخوام بگم که حالا میخوام شما چند تا از آیات قرآن رو برامون نگاه بکنیم، ولی میخوام بگم وقتی ما اینطوری به این آیات قرآن نگاه میکنیم، میبینیم که قرآن توی خود قرآن ما نمیبینیم توجیهی باشه برای این تهمتی که امروزه کاملا رایجه که آقا کتاب مقدستون رو ببوسید بذارید کنار، تحریف شده، تنها یک کلام همون قرآنه واسه همه، کتاب مقدس شما دیگه فایده ای نداره. حالا ادوین جان میخوام شروع کنی، شما حالا یه سری آیات رو مارک کردی، حالا نمیخوام خیلی گیج کننده باشه، از سوره مائده میخوام شروع بکنی. سوره مائده آیه 44. شما حالا داری از کتاب آقای ترجمه آقای قمشه‌ای میخونی، بذار منم حالا مال ترجمه یوسف علی به انگلیسی یه مقدار آیاتش شماره هاش فرق داره، ولی خیلی خیلی داستان مهمیه و از این آیات یکی دوتا هم نیست، خیلی زیاده. ولی شما حالا از آیه 44 حالا توی ترجمه یوسف علی انگلیسی آیه 47 ولی من دنبال میکنم. ما تورات رو که در آن هدایت و روشنایی است فرستادیم تا پیغمبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودیان حکم کنند، و نیز خداشناسان و عالمانی که مأمور نگهبانی احکام کتاب خدا هستند و بر صدق آن گواهی دارند بترسید و آیات مرا به بهای اندک نفروشید. خیلی خوب، خیلی خوب. واستا. بعد حالا من که حالا یه مقدار بنده با فارسی مشکل دارم، ولی میگم صحبت سوره مائده سوره 5 این هست آیه 47 که خداست که تورات رو داده و در تورات هدایت و نور هست و یهودی ها باید بر اساس تورات حکم خدا رو انجام بدم. خب و بعد آیه بعدش آیه 46 رو نه ولی بذار من حالا آیه بعدش یک نقل قول حتی از خود تورات میکنه توی قرآن که چشم برای چشم، نمیدونم گوش برای گوش، پس بعد صحبت چیز قصاص هستش. و بعد آیه بعدش حالا میره صحبت عیسی مسیح. و رسولان باز عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق به درستی توراتی که در دست او بود داشت. پس تورات در زمان مسیح تورات تحریف نشده است، کلام خداست، و مسیح هم مهر تاییدش روی تورات در زمان خودش میذاره. خب و انجیل را نیز بر او فرستادیم که در آن هدایت و روشنی دلها و تصدیق به درستی تورات و راهنمایی خلق و اندرز برای پرهیزگاران است. اوکی. پس حالا پس دوباره انجیل، پس نه فقط انجیل تورات رو تایید میکنه، بلکه خود انجیل هم هدایت و نوره. خود انجیل، آیات دیگه هم هست، رحمت خداست، نمیدونم و غیره. حالا بعد آیه بعد رو حالا نگاه بکن. و اهل انجیل باید بر آنچه خدا در آن کتاب فرستاد حکم کنند و هر کس به خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، چنین کس از فاسقان خواهد. خیلی خوب، این خیلی نکته مهمیه. حالا از این آیات دوباره تو همین مائده ما میبینیم خیلی مهمه، اینجا نمیخوام سریع بچیم، که اهل انجیل باید بر اون چیزی که خدا بهشون مکشوف کرده حکم بکنن. اینو آیه قرآنه، زمان کی داره این آیه
به ادعای اسلام داره نازل میشه به پیامبر در قرن هفتم. درست. در اوایل قرن هفتم در حجاز در عربستان. پس در قرن هفتم پیامبر داره به مخاطبین خودش میگه که انجیل هدایت و نوره و باید شما بر طبق انجیل حکم بکنید در قرن هفتم میلادی. پس اگر انجیل از قبل تحریف شده و اصلا باید بذاریم کنار و دیگه قابل اعتماد نیست، چرا همچین حکمی تو قرن هفتم در قرآن هست که شما باید حکم کنید بر اساس انجیل و انجیل؟ اگه من درست فهمیده باشم شما رو در واقع داره این صحبت رو میکنید که نسخه های انجیل و توراتی که در قرن هفتم در دست مسیحیان هست، نسخه هایی هستن که از لحاظ از دیدگاه پیامبر اسلام مورد تایید. دقیقاً. حالا و بعد آیه بعدش هم، حالا فقط قسمت اولش رو بخون، آیه 48 میگه و ما این کتاب قرآن عظیم را توی پرانتز نوشتن را به حق بر تو فرستادیم که تصدیق به درستی و راستی همه کتبی که در برابر اوست نموده و بر حقیقت کتب آسمانی پیشین گواهی میدهد. ببینید خیلی آیه های مهمی، امیدوارم دوستان مسلمان از این آیه ها سرسری نگذرن. تصدیق میکنه، گواهی میده. پس قرآن نمیگه آقا کتابا تحریف شده بندازین دور. قرآن داره میگه نه، همونطوری که انجیل تصدیق میکنه و گواهی میده به تورات، قرآن ادامه میکنه آقا همون خداست، همون پیامه داره ادامه درسته. پیدا میکنه و ما داریم اون رو تایید میکنیم. حالا میخوام شما دوباره چند تا آیه برید جلوتر تو همین سوره مائده، سوره 5 فارسیشو من نمیدونم تو سوره مائده، من آیه 66 رو اینجا دارم. آره، 66 من رو توی ترجمه یوسف علی آیه 69 ولی توی فارسی 566 بخون. و چنانچه آنها به دستور تورات و انجیل خودشان و قرآنی که به تو نازل شد قیام میکردن، البته به هر گونه نعمت از بالا و پایین برخوردار میشدن. حالا اینجا دیگه ما انقدر توی جامعه ایرانی متاسفانه سانسور که داریم، هیچی حرفایی هم که میزنن بدون واقعا سندیت و اعتبار. من هم دارم اینجا عربیشو نگاه میکنم و هم ترجمه انگلیسی یوسف علی رو دارم نگاه میکنم. توی ترجمه فارسی این آقای قمشه‌ای اضافه میکنه یه چیزی رو، قرآنشو داره اضافه میکنه توی ترجمه فارسی. انگلیسی میگه اگر اونها باستاده بودن روی تورات و انجیل و مکاشفه‌ای که به اونها از طرف خدا اومده بود. هیچ اشاره نمیکنه به قرآن. تو عربی قرآن اونجا اصلا نیست، اصلا اشاره به قرآن نیست. اگر اینا واستاده بودن رو کتابای خودشون، آیش همین دو دقیقه پیش خوندیم، مسیحی‌ها حکم کنن بر اساس اون چیزی که تو انجیل دارن. خب حالا این آیه رو ادامه بده، یک دو تا آیه بعدش باز اینجا توی پرانتز، ای پیغمبر به اهل کتاب بگو که ای یهود و نصاری، شما ارزشی ندارید تا آن که به دستور تورات و انجیل و قرآنی که به شما از جانب خدا فرستاده شده قیام کنید. آره، حالا دوباره اینجا قرآن اضافه است. اینجا تو عربیش هیچ قرآنی نیست. دوباره انگلیسیش O people of the book, you have no ground to stand upon. هیچ زمینی ندارید روش بیستید. هیچ چیز اساسی ندارید روش بیستید. Unless you stand fast by the law, the gospel and all the revelation that has come to you from your Lord. مگر اینکه بیستید و اون تورات و انجیلی که به شما داده شده. پس دوباره اینجا قرآن داره مسیحی ها رو توی قرن هفتم، اهل کتاب رو توی قرن هفتم تشویق میکنه بچسبید به کتبی که خدا به شما داده. و بعد آیه بعدش هم بخون، آیه جالبیه. البته هر کس از گرویدگان به اسلام و فرقه یهودان و ستاره پرستان و نصاری که به خدا و روز قیامت ایمان آورد و نیکوکار شود، هرگز او را ترسی و اندوهی بر آنچه از او فوت شود نخواهد. آره، پس اینجا دوباره هر کسی که مؤمن به اسلام هستش و اونهایی که یهودی هن و نصاری هن و سابیان، حالا سابیان کیا هستن؟ آقای قمشه نوشه ستاره پرستان، ولی حالا اون خودش یک بحث دیگه است. آیات دیگه هم اگر داری بخون برامون که چه صحبتهایی رو قرآن داره میکنه درباره تورات و انجیل. من عمران، سوره عمران هست آیه 3 در مورد اینطور میفهمد که آن خدایی که قرآن را به سوی تو به راستی فرستاد که دلیل راستی کتب آسمانی پیش از او باشد و پیش از قرآن کتاب تورات و انجیل را فرستاد. اوکی. در واقع باز اینجا در تایید انجیل و تورات هست. سوره نهم آیه 111 خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهش خریداری کرده. آنان در راه خدا جهاد می‌کنند که دشمنان دین را به قتل رساندند و یا خود کشته شوند.
این وعده قطعی است بر خدا و عهدی است که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا با وفاتر به عهد کیست؟ شما به خود در این معامله بشارت دهید که این معاهده با خدا به حقیقت سعادت و فیروزی بزرگ است. اوکی. حالا بذار من میخوام چند تا میگم آیات خیلی زیاده که اشاره میکنه به نور خدا، هدایت خدا، رحمت خدا. داری انا و همانا ما پس از آن که توایفی از امم گذشته را به کیفر کفرشان هلاک کردیم، به موسی برای بصیرت و رحمت و هدایت خلق کتاب تورات را عطا کردیم، باشد که مردم متذکر شوند. اوکی. اینا با سوره 28 هست، آیه 43. اوکی. من میخوام که شما یه برامون چند تا آیه‌ای که اینا واسم آیات خیلی جالبی هستش. سوره 4 آیه، البته من حالا نمیدونم، من دارم از یه سری مقاله اینجا نگاه میکنم. سوره 4 آیه 136. سوره نساء هستش، 136 میگه که ای کسانی که به زبان ایمان آوردید، ایمان آورید به خدا و رسول او و کتابی که به رسول خود فرستاد و کتابی که پیش از این فرستاده شده، توی پرانتز نوشتن تورات و انجیل و غیره، و هر که به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و رسولان و روز قیامت کافر شود، سخت به گمراهی فرومانده و افتاده است. اوکی، خیلی عالی. چند تا از این آیات داریم. سوره 2 آیه 285. سوره بقره هستش، 285. می فرماید رسول به آنچه خدا بر اون نازل کرد ایمان آورده و مؤمنان نیز همه به خدا و فرشتگان خدا و کتب و پیغمبران خدا ایمان آوردند. اوکی. اوکی. سوره پس صحبت فقط یک کتاب نیست که بقیه رو بذار کنار، ما همه رو قبول داریم. سوره 3 آیه 84. این دوتا خیلی مهمه. هم سوره 3 آیه 84 و بعد هم سوره 2 آیه 136 رو میخوام با هم بخونید. بعدن بگو ای پیغمبر، ما به خدای عالم و کتابی که به خود ما نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران دیگر از جانب پروردگار آمده، به همه ایمان آورده ایم، فرقی میان هیچ یک از پیامبران خدا نگذاریم، زیرا ما مطیع فرمان خدا هستیم. اوکی. اجازه میگه وی میک نو دیویژن بیتوین انی اف دم، ولی هم آیات دیگه هم هست که بین هیچ کدوم از این کتاب ها و پیامبران فرق نمیذاریم. سوره 2 آیه 136. بگویید که ما مسلمانیم، ایمان به خدا آورده ایم و به آن کتابی که بر پیغمبر ما فرستادن و به آن چه بر پیغمبران گذشته چون ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او و موسی و عیسی فرستادن و به همه آن چه بر پیغمبران از جانب خدا آوردن، به همه عقیده مندیم و میان هیچ یک از پیغمبران فرق نگذاریم و به هر چه از جانب خداست گرویده و تسلیم فرمان او هست. آره، پس این خیلی خیلی نکته مهمی هستش اینجا که میبینیم که اینم بخون واسم، اینقدر واسم این آیات جالبه. سوره 29 آیه 46. یعنی البته حالا این صحبت ها رو قرآن میکنه، حالا صحبت میکنیم که چطوری، بعد صحبت های دیگه هم تو قرآن هست، ولی اینا صحبت های خیلی کلیدیه درباره متون تورات و انجیل. سوره 29 آیه 46. و شما مسلمانان با یهود و نصاری و مجوس اهل کتاب جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله مکنید، مگر با ستمکاران از آنان، و به اهل کتاب بگویی که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شده و به کتاب آسمانی شما به همه ایمان آوردیم و خدای ما و شما یکیست و ما تسلیم و مطیع فرمان اویی. آره، ببین اینجا یه بار دیگه اینو میخوام خیلی یواش با صدای بلند اینو بخونم. و شما مسلمانان با یهود و نصاری و مجوس اهل کتاب جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله مکنید، مگر با ستمکاران از آنان. و به اهل کتاب بگویید که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شده و به کتاب آسمانی شما به همه ایمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکیست و ما تسلیم و مطیع فرمان اویی. اوکی. پس اینجا الان دیگه نمیخوام آیه نگاه کنم، وقتمون خیلی سریع داره میره. امیدوارم این آیات به اندازه کافی واضح بوده باشه که خود قرآن در قرن هفتم داره میگه ما هم کتاب شما یهودی‌ها رو قبول داریم، تورات و انجیل شما یهودی‌ها و مسیحی‌ها، و هم قرآن رو قبول داریم، فرقی هم بین اینا ما نمیذاریم، همه شما قبول داریم.
پس سوال اینجا اینه که اگر دوستان مسلمون بگن که در قبل از زمان پیامبر این کتاب ها دست خورده تحریف شده دیگه قابل قبول و قابل اعتماد نیست، چرا قرآن همچین آیاتی رو در خودش داره درباره تایید تورات و انجیل؟ بله استاد، حالا من به عنوان بیننده که دارم این صحبت های شما رو نگاه میکنم، آیاتی که از قرآن قرائت شد و تاییدی که میبینیم قرآن و پیامبر بر کتب آسمانی مسیحیان و یهودیان میگذاره، این سوالات برای من مطرح میشه که اگر صحبت از تحریف هست، یک صحبت رو مطرح کردی که اگر تحریف نشده این صحبت چیه، این صحبت این هست که آیا این تحریف بعد از این صحبت های قرآن آمده، آیا تحریف صحبت در مورد تغییر واژگان هست یا در مورد معنایی که برداشت هایی که مسیحیان از کتاب خودشون دارن؟ امیدوارم اصلا توی برنامه های بعدی مقدار بیشتر به اون هم بپردازیم. 100%. پس ببین، صحبت ما لب کلام اینه که اگر قرآن در اوایل قرن هفتم مهر تاییدش روی تورات و انجیل داره میذاره و بعد آیاش رو نخونیم، حالا امیدوارم جلسه بعد بخونیم که هیچ کس نمیتونه کلام خدا رو تغییر بده و عوض بکنه. یه دوست مسیحی دارم میگفت، من به یه مسلمان گفتم که شما که ادعا میکنی تورات و انجیل کلام خدا بوده ولی دست خورده و خودتون میگی تو قرآن که خدا کلامش رو حفظ میکنه، من از کجا بدونم که خدا قرآن رو حفظ کرده؟ اگه خدا دفعه های گذشته نتونسته کلامش رو حفظ کنه، از کجا میدونم دفعه آخر تونسته کلامش رو حفظ بکنه؟ ما با یه خدای قادر مطلق سر و کار داریم که کلامش رو وعده داده حفظ میکنه. خب درسته. پس اگر در اوایل قرن هفتم قرآن مهر تایید روی تورات و انجیل میذاره، اگه کسی بگه که قبلش تحریف شده، خب چرا این آیات قرآن هست اینقدر مثبت؟ اگر بعدش تحریف شده، ما مدارک و اسناد عبری و یونانی داریم از عهد عتیق و عهد جدید که برمیگرده به چند قرن قبل از اسلام، حالا صحبتش خواهیم کرد، و انجیلی که ما امروز داریم بر اساس متون یونانیه که برمیگرده به قرن سوم و چهارم و پنجم و ششم میلادی قبل از اومدن اسلام. پس حالا میگم وارد این جزئیات بیشتر خواهیم شد، ولی میخوام بگم که این مشکلیه که مفسرین اسلامی همیشه باش سر و کار داشتن. که از یه طرف قرآن خیلی مثبت درباره تورات و انجیل، از یه طرف وقتی که مسلمان‌ها در طول تاریخ آشنا شدن با متن انجیل و تورات، دیدن که یه عالم تناقض و اختلاف هست و چطوری ما باید این تناقض رو حل بکنیم، بعد این موضوع تحریف مطرح میشه. حالا اینو تو جلسه بعد واردش خواهیم شد، ولی میخوام بگم که خیلی پس مهمه که من به یه دوست مسلمون بگم تهمتی که تو داری به انجیل میزنی بر اساس خود آیات قرآن نیست، تهمتیه که بعداً در تاریخ اسلام مطرح میشه و این رو حالا تو جلسه بعد بیشتر بهش خواهیم رسید. حالا پس صحبت های هفته آیندهمون به فیض خدا بیشتر در مورد اصلا معنای تحریف چی هستش و بعد حالا به فیض خدا می‌خوایم یه مقدار بیشتر دقت بکنیم به جمع‌آوری نسخه هایی که در مورد انجیل وجود داره، سندیت تاریخی که در مورد انجیل وجود داره و چرا من به عنوان یک مسیحی به این کتاب باور دارم و میگم که کلام خداست. یه مقدار بیشتر اینها رو با هم دیگه خواهیم شکافت. من فکر می‌کنم این درس‌های خیلی عالی خواهد بود که دوستان عزیز ازش استفاده خواهند کرد. با ما تماس بگیرید اگه سوالی بیشتری دارید، برای ما ارسال بکنید. به فیض خدا برنامه‌های دیگه‌ای رو بر اساس پرسش‌های شما هم تهیه خواهیم کرد. با ما باشید.